دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت اسفار زنان و دختران در افغانستان به بالاترین حد ممکن رسیده و دچار شرایطی شده که شرایط حساسی شده است. این سازمان با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان جاده عدالت برای زنان افغانستان گفته است حاکمیت دوباره طالبان زنان افغانستان را وارد یک دوره تاریک دیگری از ظلم و ستم شدید کرده است. در ادامه مقاله دیدبان حقوق بشر آمده که در حال حاضر یک سیستم وحشتناک تبعیض و خشونت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت در افغانستان حاکم است و حقوق زنان و دختران در تمام جنبه‌های زندگی و جامعه از جمله در بخش آزادی حرکت و بیان، اجتماعات مسالمت آمیز، حق اشتغال، مشارکت سیاسی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش با محدودیت روبرو هستند. در همین حال، شماری از زنان و دختران افغانستان می‌گویند ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و آزادی‌هایشان آنان را از زندگی دل سرد و ناامید ساخته است. گفتنی است طی 3 سال اخیر به رغم درخواست مکرر نهادهای جهانی حقوق بشری و مردم افغانستان، گروه طالبان تاکنون حاضر نشده محدودیت ها علیه زنان و دختران در افغانستان را لغو کنند. حکومت طالبان همواره گفته است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. سلام، وقتتون بخیر. آقای مطهری، چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مشکلات دختران و زنان افغانستان وجود دارد؟ ما خدمت تمام بینندگانی که این برنامه را میبینند، یکی از موضوعات اساسی که امروز متاسفانه زنا به او دسترسی نداره بسته بودن مکاتب روی زنا و دخترها است. اگر حکومت طالبا میگه ما یک حکومت اسلامی در افغانستان هستیم، باید طبق دستورات اسلام عمل بکنه، در مکاتب و دانشگاه را برای زنا و دخترها باز بکنه، قسمی که بارها پیامبر و همچنان در قرآن آمده که زنا باید درس بخونه، و از طرف دیگر مشکل بعدی زنا متاسفانه قیودات برای تجارت در زنا است که ما و شما وقتی به تاریخچه اسلام برمیگردیم در زمان پیامبر هم زنا تجارت میکرد، یک از اونها حضرت خدیجه بود، در کنار پیامبر قرار گرفت و دیگر مثالهایی را ما و شما داریم. در گام اول باید طالبا طبق دستور اسلام عمل بکنه، مکاتب و دانشگاه و دیگر قیودات از روی زنا برداره، و از طرف دیگر زنای افغانستان هم موظف است طبق دستورات اسلام عمل بکند، طبق دستورات اسلام به مکاتب برود، طبق دستورات اسلام حجاب اسلامی و دیگر موضوعات مراد بکنه، و از طرف دیگر حمایت خانواده ها و مردان در افغانستان بسیار تاثیرگذار در وضعیت حقوق فعلی زنای افغانستان که متاسفانه در 3 سال گذشته ما هیچگاه هیچ حمایت از سوی کدام نهادی که تحت رهبری مردا در افغانستان باشه یا خانواده ها رو ندیدیم که از حقوق زنان در افغانستان حمایت بکنه. و از او کرده مهمتر بحث جهانی است. متاسفانه تا هنوز سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه افغانستان، نهادهایی که در پیوند به وضعیت زنان کار میکنه، متاسفانه هیچ گام عملی در پیوند به حقوق زنان افغانستان انجام نداده. اونا در صورتی که میبینن مکاتب و دانشگاه برای زنها بسته است، باید زمینه آموزش های آنلاین فراهم بسازه. اگر میبینه که زمینه تجارت برای زنها در افغانستان ناممکن است، تجارت های آنلاین را اندازی بکنه، و از طرف دیگر دیگه گزینه‌ها را برای زنها افغانستان مهیا بسازه تا اونا از امکاناتش برخوردار باشه. متاسفانه در 3 سال گذشته نه طالبا به حقوق زنها احترام قائل بوده و نه مردای افغانستان و نه نهادهای حقوق بشری که متاسفانه امروز روز به روز وضعیت بر زنان بدتر شده میاد. ممنونم از شما مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.